این چند وقته پر از اتفاقات خوب و مثبت بود، چه داخل و چه خارج بازارها. اما بریم نگاهی به سراسر بازارها، مخصوصا بیت کوین، بندازیم ببینیم که چه چیزی باعث حرکت اخیرش شد، چه چیزی در انتظارش خواهد بود و چه جایی الان جای بهتری میتونه برای سرمایه‌گذاری باشه. با ما همراه باشید. خب امروز کارم رو با نگاه کردن به تکنیکال ها شروع میکنیم. به طور خاص بیت کوین یه دو هفته ای هستش که من به علت بیماری نتونستم در خدمتتون باشم، اما خیلی جالبه که صحبت هایی که قبل از در آخرین آخر هفته نامه با هم دیگه کرده بودیم دقیقا طبق همونا پیش رفت. یکی این که اگه خاطرتون باشه به این کانال OBV اشاره کرده بودیم و گفته بودیم که سقف این کانال OBV جایی هستش که اگر خیلی کانسرواتیو هستین، اگر خیلی محافظه‌کار هستین، جای نقطه ورود خوبی خواهد بود. امروز و دیروز وقتی بود که این کانال شکسته شد، اما راجبش صحبت خواهیم کرد. اما همون روز گفته بودیم که اگر یک کمی ریسک پذیرتر هستیم باید منتظر چی باشیم؟ منتظر شکست این یکی خط روند در OBV باشیم که میبینیم که با شکست و تستش اینجا برای ما نقطه ورود ایجاد کرد. صرفا جهت یادآوری، نقطه شکستی که اینجا اتفاق افتاد همزمان میشه با دقیقا آخرین کفی که اینجا بیت کوین در 53669 زد و الان تا 66000 دلار قیمت بالا رفت. قبل از اینکه بخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا الان وقت خرید هست یا خیر، بیا یک کمی راجع به این صحبت کنیم که چه چیزهایی باعث افزایش قیمت بیت کوین تا اینجا بودن. شاید مهمترین اتفاقی که افتاد و مهمترین خبری که باعث این افزایش قیمت شد از چین اومده باشه. چین داره نزدیک میشه به پایان سالش و هدف 5% رشد اقتصادی خودش رو میخواد محقق بکنه. اما به نظر میرسه از اونجایی که فاصله داره، یک گپی وجود داره در اعداد واقعی که وجود داره و چیزی که میخواد بهش برسه، دولت چین شروع کرده به تزریق نقدینگی به بازار و همچنین کاهش نرخ بهره ها. و خب این باعث شده که یک مقداری لیکویدیتی، مقداری نقدینگی وارد سیستم بشه. البته دولت چین هدفش این هستش که به طور خاص به بازار بورس چین برسه این نقدینگی، اما مثل یک جوی آبی که وقتی شما آبی توش می‌ریزین شروع می‌کنه پخش شدن در سطح زمین، اینجا هم همینطور هستش. نقدینگی هدفش این هستش که در بازار بورس چین باقی بمونه، اما اینطور نیستش. طبیعتاً نمیشه کانتینش کرد، نمیشه محدودش کرد و تأثیر خودش رو روی همه بازارها می‌گذاره و بیت کوین هم از این قاعده مستثنا نیستش. انتظار میره که این آخر داستان نباشه، انتظار میره که عوامل دیگری در چین ببینیم ما در طی هفته های آینده تا اینکه برسیم به در واقع تعطیلات چین که از 1 اکتبر آغاز خواهد شد، 3-4 روز دیگه آغاز خواهد شد و انتظار میره که بیشتر این در واقع فشار به سمت بالا بردن این عدد رشد اقتصادی رو توی همین چند روز بخواد که نشون بده دولت چین. بسیار قلی. خب پس این یکی از دلایل شد شروع این تزریق نقدینگی و خبرهایی که قبلش هم اومد بی تاثیر نبود. اما این همه داستان نیستش. یکی از اتفاقاتی که شاید اتفاق نشه اسمش رو گذاشت، ولی خب یکی از مواردی که در جریان بوده و هست، بحث سال انتخابات در آمریکا هستش. میدونیم که در سالهای انتخابات اگر که به گذشته هم نگاه بکنیم، معمولاً حداقل در بیش از 50% سالهای انتخابات، منظور سالهایی که منتهی میشه به انتخابات آمریکا، دیدیم که فدرال ریزرو وارد میشه و کمک میکنه به بازارها و جلوی شوک‌های بد رو از در بازارها میگیره. البته اطلاعاتی که داریم نسبتاً محدود هستش. مثلا اگر به سال 2008 نگاه کنیم، خب درسته که فدرال ریزرو مقدار زیادی پول وارد کرد و بیش از 4% کاهش نرخ بهره داشتیم در طی یک سال، ولی خب این به خاطر انتخابات لزوما نبوده بود. 2008 همه در جریان هستین که Great Financial Crisis در آمریکا بود. همچنین سال 2020 وضعیت مشابهی رو داشتیم، کاهش نرخ بهره رو داشتیم، ولی خب به هر حال بحث کووید مطرح بود. ولی خب این موضوع نسبتا کلی هستش که فدرال ریزرو در سالی که سال انتخابات هستش معمولاً خیلی سریع و آماده هستش و اگر هر شوکی در بازار دیده بشه، هر ریزش قابل توجه یا نگرانی در بازار دیده بشه، میاد و با قدرت جلوش وای میسه و در واقع
درنگ نمیکنه در اینکه بخواد پاسخ بده به اون نگرانی با روش های مختلفی که در دستش داره. اتفاق دیگه که هستش اینه که اگر که احساس بکنه که فد نیاز به سختگیری مالی وجود دارد، در سالی که سال انتخابات هستش تجربه نشون داده که میذاره بعد از انتخابات این کار رو انجام میده نه قبل از انتخابات، و اینم خب بالاخره دیدگاه جالبی هستش که داشته باشیم. یعنی حتی اگر که به هر دلیلی فدرال رزرو بخواد به تصمیم بگیره و سختگیری انجام بده، احتمالا میفته برای بعد از انتخابات. این یک دلیل دیگه هستش که معمولا در سالهای انتخابات سال خوبی برای بازار بورس آمریکا حداقل بوده و هستش. راجع به بیت کوین کمتر میتونیم نظر رو بدیم چون دو سه تا انتخابات بیشتر نبوده که بیت کوین واقعا حرفی برای گفتن داشته. اما موضوع دیگه که اتفاق افتاد در روز جمعه، همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، Core PCE Index اعلام شد. PCE یکی از شاخص‌های تورمی هستش مانند CPI که فد خیلی بیشتر بهش توجه داره، و PCE کمتر از انتظارات ظاهر شد. انتظار می‌رفت که PCE ماه به ماه 0.2% مثبت باشه ولی 0.1% مثبت بود، و این دوباره یک یادآوری دیگری هست بر اینکه تورم یه جورایی شکست داده شد. و همه توجه‌ها الان کجاست؟ همه نگاه‌ها به سمت اشتغال هستش. پس از این به بعد در هفته‌های آینده اگر که تریدر هستین مخصوصاً حواستون به اعداد اشتغال باشه. اگر که اشتغال ضعیف‌تر از انتظارات ظاهر بشه، نگرانی‌ها دوباره به وجود میاد از بحث رکود، و همونطور که همین الان صحبت کردیم فدرال رزرو در سال‌های انتخابات به نگرانی‌ها خیلی قوی پاسخ میده. خب همه اینا دست به دست هم دادن و ما رو رسوندن به اینجا. در کنار البته تغییر ماه رو هم داشتیم، با انتهای ماه سپتامبر مواجه هستیم، داریم وارد ماه اکتبر میشیم که به طور تاریخی اکتبر و نوامبر ماه‌های خوبی هستند برای کریپتو و بیت کوین، و میتونیم حرکت مثبت رو ببینیم در بیت کوین. البته این حرکت محدود به بیت کوین نیستش. اگر که به شاخص آدرز نگاه بکنیم که کریپتوکارنسی ها به جز دهتای بزرگ رو نگاه بکنه، اونجا هم میتونیم ببینیم که این شکست اتفاق افتاده. حتی نیازی به شکست کشیدن خط هم وجود نداره، شکست به وضوح و با قدرت اتفاق افتاده، چه در خود شاخص و چه در OBVش رو اگر نگاه بکنیم میتونیم این موضوع رو ببینیم، و همچنین در نسبت اتریوم به بیت کوینی که در چند ماه اخیر خیلی خیلی بد داشت عمل میکرد اتریوم نسبت به بیت کوین، ولی خب اونجا هم میتونیم ببینیم که یه حرکت خیلی کوچیکی شروع شده. شاید کمی زود باشه بخوایم راجع به اتریوم صحبت بکنیم، به اون بیشتر خواهیم رسید، اما میگم حرکت در بیت کوین کاملا واضح هستش، و من بارها اینو گفتم که بیت کوین مثل جزروبدی میمونه که همه قایق‌ها رو با خودش بالا و پایین میبره. بنابراین علت اینکه ما بیشتر از همه توی هفته نامه‌ها به بیت کوین میپردازیم هم همین هستش. اما همه چیز گل و بلبل نیستش. اوضاع در بازار بورس آمریکا کمی متفاوت هستش. اما قبل از اینکه به بازار بورس آمریکا بخوایم برسیم، بیایم یک نگاهی بکنیم از لحاظ تکنیکال ببینیم که خب آیا الان اینجا موقعیت خرید هستش یا خیر. همیشه میگن وقتی که همه به یک سمت بازار دارن نگاه میکنن، همه امیدوار هستن که یک اتفاق بیفته، یا همه مطمئن هستن که اتفاق بیفته، معمولا برعکس اون اتفاق میفته. من انتظار ریزش از اینجا ندارم، انتظار ندارم که سافت از اینجا بخوایم بریم پایین، اما یک کمی یوفوریا، یک کمی سرخوشی توی بازار زیاد هستش. اگر که وارد بازار هستین، اگر که الان اکسپوژر اصطلاحاً دارین که هیچ، جای خیلی خوبی هستین. اگر که در قیمت‌های پایین‌تر خریدین، اگر با شکست این خط OBV خریدین، عالی، خیلی هم خوب. اما انتظار داشته باشین که یک تصحیح موقت رو در یک دو هفته آینده ببینیم. به نظر من این خیلی خیلی لازم هستش برای بازار، برای اینکه کمی لورج ها رو بریزه و بعد بتونه به حرکت خودش ادامه بده. انتظار من این هستش که از الان تا انتهای سال بازار در مجموع مثبتی رو داشته باشیم. دقت کنید که برای اینکه من این حرف رو بزنم چند ماه، بیش از 6 ماهه که منتظر هستم که بتونم با قدرت بیام این حرف رو بزنم. 6 ماه هستش که منتظر شکست شدن این کانال هستیم، و این شاید درسی باید باشه که اینجا برداریم. ما همونطور که از اشتباهاتمون درس میگیریم، باید بتونیم از وقتایی که تصمیمات درست هم میگیریم درس بگیریم، و درسی که اینجا برای ما وجود دارد صبر هستش. صبری که نتیجه داد، صبری که خیلی سخت بود. میگم خیلی سخته که بخوایم 6 ماه صبر بکنیم بازاری که میدونیم بالاخره قرار مثبت باشه رو بهش نگیم بازار سعودی، ولی خب الان اطلاعاتی که داریم و نقشه ما این رو به ما نشون میده که وارد این سیستم شدیم. دوستان خیلی خیلی مراقب باشین از اینجای بازار. بازار جالبی خواهیم داشت، بازار هیجان انگیزی خواهیم داشت، و
بازار ساده ای هستش، اما حواستون باشه که لورج میتونه همه چی رو اینجا خراب بکنه. جزء روش بالا رفتن بیت کوین در بول مارکت هاش همیشه اینطور بوده. برید نگاه بکنید، ریزش های 30 تا 40 درصدی کاملا طبیعی هستند. 20 درصدی 30 درصد 20 تا 10 20 درصدی خیلی راحت و زیاد اتفاق میفته. پس بسیار بسیار مراقب لورج باشین. پیشنهاد من این هستش که روی سرمایه گذاری، روی خرید اسپات تمرکز بکنید و طمع نکنید. بنابراین سخن آخر اینجا، به نظر من در یکی دو هفته آینده احتمال بر بازگشت و یک ریزش هست، ریزش قابل توجه که همه رو نگران بکنه، ولی خب من منتظرش نمیمونم. من اینجوری نیستم که بگم خب مثلا نخریدم، یا چیزایی که دارم رو میفروشم که بعد از این ریزش بخرم. نه، من این کار رو نمیکنم. شما هر کاری دوست دارین میتونین انجام بدین، ولی از ریزش هم نگران نمیشم. این نگاه من هستش به ادامه بازار. اما بازار بورس آمریکا چطور؟ بازار بورس آمریکا در آل تایم های خودش قرار داره و عواملی که راجبشون صحبت کردیم روی بازار بورس آمریکا هم تاثیرگذار هستن، شاید یه ذره کمتر. به طور خاص شاید بزرگترین عامل تاثیرگذار در بازار بورس آمریکا کاهش نرخ بهره ها باشه. مقدار بسیار بسیار زیادی از پول که در مانی مارکت نگهداری میشد و داشت سود 5 درصدی خودش رو میگرفت، الان با کاهش نرخ بهره ها خارج میشه از مانی مارکت. اما سوال اینه کجا میره این پول؟ چیزی که من بهش فکر میکنم و چیزی که احتمالاً خیلی از سرمایه گذاران بهش فکر بکنن اینه که خب من این پولی که داشته سود ثابت در می آورده رو آوردم بیرون، نمیام برم یه چیزی بخرم که توی آل تایم های خودشه، نمیام برم یه سهمی بخرم که از اول سال تا الان 130 درصد سود کرده مثل انویدیا یا چیز دیگه. میام چیکار میکنم؟ میام سهام هایی رو میخرم که یه کمی عقب تر از بازار هستن، سهم هایی که به هر دلیل از بازار جا موندن. پس پیش بینی من از بازار بورس آمریکا چیست؟ پیش بینی من از بازار بورس آمریکا این خواهد بود که 7 تا سهم بزرگ شروع بکنم به کمی پایین اومدن، تصحیح کردن و یا ثابت موندن، و سهم هایی که جا موندن این وسط بیان و جاشون رو بگیرن و حداقل در از الان به بعد سال رو بتونن ازشون جلو بیفتن. این دیدگاه من هستش در مورد بازار بورس آمریکا، در مورد بیت کوین هم که صحبت کردیم. ممنونم از اینکه تا به اینجای داستان همراه ما بودین. به زودی میبینمتون و تا دیداری بعد خدا نگهدارتون باشه.